سلام <تصفح> پنجشنبه سه اردی بهشت 94 23 اپریل 2015 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که 320 سی کارگر سیمان کارون تجمع اعتراضی در محوطه کارخانه داشتند و در اثر تجمعشون کامیون های سیمان امکان خروج از کارخانه را پیدا نکردند کارگرها خواستار حقوق و مزایای عقب افتادهشون هستند و امنیت شغلی که تا از شهریور گذشته تا کنون بیش از 65 کارگر بیکار شده کارخانه آجر ماشینی وردسن گلستان هم که به دلیل رکود کارهای ساخت و ساز در کشور متوقف شده تا کنون پنج ماه حقوق کارگران رو نتونسته بپردازه و پنجا و سه نفر رو هم تعدیل کرده و اخراج کرد موضوع دوم اینکه با مرخصی مجید توکلی و تمدید اون برای سه روز این امید پیدا شده که آزادی او که گفته میشه در اردی بهشت ما خواهد بود به متصل بشه به این مرخصی و این شرف جنبش دانشجوی ایران آزاد بشه دانشجویان علم و صنعت بزرگ داشتی برای او گرفتن تابلوهایی رو نوشته بودند در تقدیر از مجید توکلی و جرد نقاط مختلف قرار داده بودند از جمله روی قبر سرباز گمنام که در این دانشگاه احداث شده محمد رضا علی پیام شاعر تنز پرداسی که تخلص حالو رو انتخاب کرده به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شده حبس تعذیری و چهارشنبه بعد از ظهر راهی زندان اوین شد کتاب اطلس حقوق بشر, هم بشر رو هم دو تن از زندانیان سیاسی امید کوکبی و مهدی خدایی ترجمه کردند آقای عبدالفتاح سلطانی بر اون مقدمه نوشته و مزدک علی نظری یکی از زندانیان سیاسی سابق هم اون رو ویرایش کرده این کتاب منتشر شده و در در شبکه های اینترنتی موجود خسرو منصوریان زندانی سیاسی با سابقه هفتاد ساله که بارها راهی زندان شده و از فعالین نهزت آزادی ایران هست کسی که عمرش رو وقف تشکیل ای برای توانبخشی بخشی به معدودین آموزش های به اونها و حل مشکلات اجتماعی کرده کماکان در زندانه و به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد موضوع سوم اینکه کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس دیروز در مجلس شورای اسلامی رأی آورد این رأی علا رغم اظهارات انصاری مجید انصاری معاون حقوقی و پارلمانی دولت بود که مخالفت دولت رو با این طرح اعلام کرد. مسئله این است که از این به بعد اگر این قانون نهایی بشه در استان ها به جای اینکه شهر به شهر و منطقه به منطقه مردم نماینده خودشون انتخاب کنند نمایندگان کل استان انتخاب خواهند شد و به این ترتیب کسانی میتونند فعالیت کنند که پول بیشتر امکانات بیشتر داشته باشند و شهرهای پر جمعیت استانها و مراکز استانها حرف نهایی را خواهند زد و چون این کاری در واقع باعث خواهد شد که شهرهای کوچکتر دلسردتر باشن مشارکت چون کمتر و غیر از اون زمینه های اختلافات گوناگونی که به خصوص در پاره استانها وجود داره تشدید خواهد شد. بعدا باز هم اگر این قانون انتخابات جدید به همین طریق پیش بره باز هم در این خصوص صحبت خواهیم کرد برای اینکه عملا صحنه رو دارن جوری میچینند که بتوانند حد اکثر بهره برداری رو به نفع تندروها و اصولگره ها بکنند آقای نقوی حسینی نماینده مجلس هم مطرح کرده که آقای فضلی وزیر کشور کار بدی کرد که پولهای کثیف رو مطرح کرده و باید این رو به قوه قضایه میگفت و این کار رو او گفته که حتی قابل تعقیب ابراهیم رضایی عضو کمیسیون شوراهای مجلس هم مدعی شده که این ورود پولهای کثیف به انتخابات از زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شده خبرگزاری تصمیم هم که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متصل هست فیلمی رو منتشر کرده از اعترافات یزدان پناه که در اون علیه مهدی هاشمی صحبت شده. هفته نامه دی که قبلا توقیف شد تبرعه شد آزاد شد و متعلق به تونروهای مثل آقای رسایی است دوباره تبرعه و رفع توقیف شد آقای حسن عباسی که دوست داره او رو تئوریسین سپاه و اصولگراها بدانند مدعی شده که در سال 65 در هتل پاریزیانه پاریس جلسه بوده که آقای روحانی در اون جلسه با اسرائیلی ها شرکت کرده و به آقای خمینی بد و بیراه گفته و علیه سیاست های او حرف زده آقای عباسی مدعی شده که این فیلم رو اسناد این, این جلسه رو اسرائیلی ها منتشر کردن و اگر صحت نداره آقای روحانی تکذیب بکنه اما در استان گلستان قرار بود که حسن خمینی و آقای ناطق نوری برای سخنرانی برند اما حزب الله استان اطلاعیه پخش کرده اخدار کرده و جالبه که سراحتا گفته اگر بیان حادثه شیراز تکرار میشه که به آقای متحری حمله کردن آقای حسن خمینی البته گفته که اگر با مسببین شیراز برخورد میشد در گلستان چون این کاری رو نمی کردن. سردار حسن رستگار پناه ج... سردار سپاهی که در ستاد کل نیروهای مسلح جانشین مرکز مطالعات و امنیت این ستاد هست در یک مصاحبه مفصل صحبت کرده از جمله گفته که سپاه نیازی به کودتا نداره و اساسا در این فکرها نیست موضوع چهارم اینکه که روزنامه نیویورک تایمز به سندی دسترسی پیدا کرده و افشا کرده که طی اون میگه که در جنگل های تنسی امریکا مدل تاسیسات هسته ایران ساخته شده شبیهش ساخته شده و دارن اونجا کار میکنن تا ببینن چگونه در واقع میتونن این راه های توقف فعالیت هست ایران رو بررسی میکنن آقای ظریف و کری با شروع مذاکرات دور جدید مذاکرات هسته‌ای تلفنی با هم دیگه صحبت کردند و آقای عراقچی سرپرست هیئت ایرانی در اولین روز دوباره مطرح کرده که تمام تحریم ها باید در روز امضای توافق برداشته بشه 220 نماینده مجلس هم بیانیه‌ای دادند حرفهای آقای خامنهای رو خیلی خیلی تعریف کردن تمجید کردن حسب معمول این نمایندگان و محورهای ایشون رو در این بیانیه نمایندگان هم آوردن یعنی به دولت گفتند که باید تحریم ها یک جا برداشته شد در هر قرار دادی اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی نباید داده بشه و تحقیق و توسعه هم نباید متوقف بشه موضوع پنجم این که روزنامه وال استریت جورنال ادعا کرده مطرح کرده که روابط ایران جمهوری اسلامی ایران و حماس دوباره بهبود پیدا کرده و کمک های ایران دوباره راهی حماس شده افزایش پیدا کرده و صرف بازسازی تونل هایی قراره بشه که اسرائیل در جنگ آخرش اونها رو از بین برد همینطور موشک توان موشکی حماس رو تقویت کنند و بازسازی بکنند بعد از اینکه عربستان اعلام کرد عملیات فرمان قاطعیت رو خاتمه داده کیهان و بسیاری از سایت های اصولگرا مطرح کردند که عربستان شکست خورد شکست خودش رو هم قبول کرد اما ورق این جنگ یک بار دیگه ورق خورد با حمله حوسی ها به پادگان زرهی شهر تعز دوباره حملات عربستان از سر گرفته شد بمباران ها و دوباره در واقع جنگ درگیر شد البته حوسی ها اعلام کردند که آماده هستند مذاکرات صلح زیر نظر سازمان ملل انجام بدن به شرط اینکه حملات عربستان و گروه ائتلافیون اول متوقف بشه اندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی